نکات ایمنی نکات ایمنیش هم چند قسمت شده قسمت اولش هست نحوه برخورد با گاز اشکاور ن... نکات مهم در زمان برخورد با دود ناشی از گاز اشکاور بلا فاصله باید دهان را باز نمود و از راه دهان نفس کشید و نباید هر صد تا روند تنفس از دهان قط نگردد و نیز باید از نفس کشیدن توسط بینی خودداری کرد زیرا گازها را بیشتر به سمت چشم هدایت می کند سریعا باید جهت باد را تشخیص داد و در موقعیت خارج از جریان باد قرار گرفت نباید ها را با دست مالید و بهترین ماده برای کم کردن عوارز گر... گاز اشکاور استفاده از شیر خوراکی است بکنم منظورش اینه که شیر و خوراکی رو بمالید به چشتون من الان نمیدونم این درسته یا نه ولی تایید بیان بالا تایید بکنید یا بگین نه غلطه شنیدم با آب شستن شاید بدترش هم بکنه البته من نمیدونم این درسته یا نه ولی اینو شنیدم اگه میدونید بیاید بگید که این درسته یا نه که آب بزنم به چشم و نظرم به چش حالا ادامه میده میگه ممنون از تمام کسایی که واقعا کمک کردن اینا رو اینجا اضافه کردن خیلی ممنون از همتون اسمتون رو نمیتونم بگم ولی خودتون میدونین کی هستید خب نکته های دیگه سیگار سیگار رنج گاز اشکاور را کاهش میدهد هم کشیدنش برای سیستم تنفسی و هم فوت کردن دود 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 آن فکر کنم دود سیگار دود سیگار دود آن فکر کنم جواب بده. دود آن بر چشم. از استفاده روغن ها، و مواد شوینده اجتناب کنید چون آنها می مواد شیمیایی را زیر لایه از خود محبوس کنند و از این طریق تماس با آن مواد را طولانی تر کنند لباس موی سر و پوستتان از قبل با یک را پوستتان را از قبل با یک صابون بدون مواد شوینده و غیر معطر معطر درسته معطر درست معطر بشوید توصیه ما آن است که از آب یا کرم ضد آفتاب ضد آ... آفتاب بدون روغن استفاده کنید اما اگر انتخاب شما بین کرم روغندار و استفاده نکردن کرم است ما طرفدار استفاده از آن هستیم اسپری شدن فلفل روی آفتاب سوختگی اصلا چیز جالبی نیست همچین توصیه می کنیم از بهترین محافظ صورت استفاده کنید که دارای اندازه مناسب باشد و به خوبی صورت را پوشش دهد به غیر از آن عینک شنا ماسک طبی یا حتی یک دستمال خیز خورده در سرکه یا آبلیمو که روی بینی و دهان قرار می گیرد می تواند کمک کننده باشد حتما فندک و یک کم کاغذ تو جیبتون باشه که گاز اشکاور زدن آتش رو روشن کنیم بکنم لاستیک آتیش بزنید به نظرم رسه خیلی مفید باشه سنو گاز اینا نمیدونم بخونم نه فکر کنم بخونم نوع گاز اشکاور وجود دارد اسپری... اسپری ای که روی بافت پوست تاثیر دارد نارنجک دستی که بعد از برخورد به زمین گرما و چرخش, چرخش شدید نداره و به راحتی میتوان آن را به سمت مهاجمین یا به سمتی که جمعیت وجود ندارد پرت کرد نارنجک مخصوص نارنجک مخصوص نارجک انداز که دارای چرخش و, گرم و گرمای زی... زیادی می باشد و بهتر است که با سرپوش آن را مهار کرد و در ضمن این نوع از گاز اشکاور در برخورد مستقیم میتواند خطر خطر جانی داشته باشد دا و یه چیزی من اضافه بکنم اینه که اینو به هیچ وش به این دست نزنید این دستتون رو میسوزونه اگه میخواین دست بزنید حتما با پارچه چیزی بهش دست بزنید یا یعنی اینکه لگت بزنید به طرف همون کسایی که به اینا به شما انداختم یه چیزی هم اینجا من اضافه کردم چون من فکر کردم اینا اضافه میکنم دیدم اضافه نشده من میخوام ببینم چتر آیا به درد میخوره یا نمیخوره چون تو هنگ کنگ خیلی از چتر استفاده میکنم نمیدونم حالا تو این تظاهراتم آیا چتر به درد مردم ایران میخوره اینو اگه کسی میدونه بیاد به این داکیومنت اضافه بکنه قسمت بعدی. بعد از تماس گاز اشکاور و اسپری فلفل چه کاری انجام دهید اینا رو یکی میخونم آرامش خود را حفظ کنید هول و حراس هول و حراس سوزش و, نارا... هول و اینجا یک کاما هول و حراس سوزش و ناراحتی را افزایش میدهد با آرامی نفس بکشید و به یاد داشته باشید که این وضعیت موقتی است اگر دیدید،, اگر دیدید به سمت شما میآید یا هشداری دریافت کردید پوشش محافظتی خود را بگذارید و در صورت امکان سعی کنید دور شوید یا خلاف جهت باد بایستید بینیتان را فین کنید تا دهانتان, دهانتان را بشویید سرفه کنید و مرتبا تف کنید از بلعیدن چیزی خودداری کنید اگر لنز میگذارید میگذارید سعی کنید لنز را بردارید یا کسی را کسی آن را با انگشتان تمیز و غیر آلوده برایتان در بیارد قبل از بیرون رفتن از گذاشتن, گذاشتن لنز های تماسی اجتناب کنید چشمتان را نمالید بابا با که میخوای اینجا را ادامه بدیم ماسک... از این مسکل یک گاز از اینجا بخونی یکی به ادامه بدم کجا سقیقا ببخشم پیغام جواب میدادم من, می من بخونم نه نه پیدا کردم باش ماسک های ضد گاز یک دستمال یا پارچه پیدا کنید چیزی که از ماده محکم درست شده باشد و بتوانید دور سر خود بپیچید حالا کمی زغال پیدا کنید آن را خرد کنید پارچه یا دستمال را در آب خیز کنید یک طرف دستمال یا پارچه را با خاک زغال بپوشانید دستمال یا پارچه را تا بزنید و دور بینی و دهان خود بپیچید با خودتان پیاز به هم داشته باشید در صورت گاز گرفتگی آن را بشکنید و استنشاق کنید و نزدیک چشمتان نگه دارید این کار به شدت ناراحتی و سوزش چشم ها و حفره بینی را کاهش میدهد هشدار بوتیهای گازا اشکاور بسیار داغتر از آن هستند که بتوان آن را با دست خالی نگه داشت